تیره ورځ د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې د هېواد د ځینو قومي مشرانو او مخورو سره لیدلی دي او د هغوی غوښتنې اورېدلې. همداراز د هغوی د غوښتنو طبقتو سره دا ډاډ یې هم ورته ورکړی دی چې ستونزې به یې هم حل شي. اوس غواړم چې په نننۍ خپرونه کې په دې موضوع بحث او خبرې ولرو چې په خپله د اسلامي موارد چارواکو د هېوادوالو سره لیده کاته څومره کولی شي چې داخلي مشروعیت ته لاره هواره کړي او په دې برخه کې ګټور تمام شي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. د بحث لپاره مې بلنه ورکړې قدرمنو میلمنو ته، د سیاسي چارو شنونکی سید مقدم امین، همداراز تر څنګ یې د سیاسي چارو کارپو مفتی اختر محمد عثمانی. تاسو دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. امین صاحب، برنامه را از شما آغاز میکنم. اگر د نخست بگوین که خود دیدارهای مسئولین امارت اسلامی با هموطنان ما چقدر مفید واقع شده میتونه، چقدر میتونه که به خاطر مشروعیت داخلی را باز بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض حرمت خدمت شما جناب عثمانی صاحب، بینندگان محترم تلویزیون، فلسفه وجودی هر نظام سیاسی بستگی داره به میزان خدمت برای جامعه، یعنی چگونگی ارزه خدمات و رضایت و اعتماد مردم. در تمام نظام های سیاسی افکار عمومی نقش محوری داره. اعتماد مردم بزرگترین سلاح است در اختیار جامعه سیاسی. اگر ما مردم از دولت جدا کنیم، برای دولت جز یک گروه جنگی چیزی باقی نمیمانه. زمان نظام های سیاسی مفهوم پیدا میکند که عدالت اجتماعی بر مبنای قوانین باید جایگاه خود داشته باشه. بله. اما در دید و دید مسئولین، بله، این میتونه یک پوینت بسیار مثبت باشه، اما اگر ما این را در معیارهای حقوقی مورد ارزیابی قرار بدیم، این قوانین است که راه ها را باز میکنه، پل های ارتباطی میان مردم و نظام ایجاد میکنه، نهادهای اجتماعی است که زمینه ها را برای استعداد و ظرفیت های مردم ایجاد میکنه. به هر حال شاید اگر مسئولین تمام اوقات خود را برای دید و وادید مردم منحصر بسازه، کمتر بتونه برای نظارت قوانین در سراسر کشور دسترسی پیدا کنه، چون قوانین راهگشاست، یعنی یک بستری است برای ارتباط جامعه با جامعه سیاسی، ارتباط مردم با جامعه سیاسی. از هر طریق و یا شیوهی که ما بتونیم رضایت مردم داشته باشیم، اعتماد مردم کسب کنیم، به مشکل مردم رسیدگی شود، میتونه یک پوینت بسیار مثبت و خوبی باشه. ولی زمانی که قانون به عنوان یک خط راه مورد احترام قرار میگیره و یک گزینه برای ارتباط جامعه با جامعه سیاسی قلم داد میشه، این را یک مقدار کوتاه‌تر میسازه. شاید ما بتونیم از طریق رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی بتونیم که یک کار مثبت در ظرف 5 دقیقه به تمام مردم سرایت بکنه و به گوش مردم برسه و این جز قوانین و راهگشا برای جامعه بوده باشه. اگر ما باز بخوایم که تک تک مردم را ببینیم یا گروه گروه مردم را ببینیم، شاید یک مقدار فاصل، یک مقدار وقت و زمان کافی برای از این پیدا میشه، چون نظام سیاسی یک سلسله براش ایجاد شده، از رأس گرفته تا قاعده. شما میبینید که سطح قریه گرفته تا سطح نظام سیاسی، همه در اینجا مسئولین داره. قریه یک مسئول داره، ولسوالی مسئول داره، ولایت مسئول داره، مثلا شمال، جنوب، شرق، غرب مسئول داره، در رأس از این وزارتخانه ها وجود داره. قوانین اینا باید نظارت کنن که مشکلات مردم اجازه ندادن که از یک گوشه افغانستان به کابل سرایت کنه. او مسئولیت داره، او کسی که در یک قریه مسئول است، در یک ولسوالی مسئول است، در یک ولایت مسئول است. مسئولیت ولایت نباید بیاید بار دوش مرکز شود. در اینجا یک مقدار سکتگی ایجاد میشه. ولی به هر حال ما در سوال شما باوری ما است که هر قدر ما بتونیم با هر شیوه‌ای که رضایت مردم کسب کنیم، ارزه خدمات برای جامعه تقدیم کنیم و مشکلات مردم روز به روز کم شوه و اعتماد میان مردم و دولت ایجاد شوه، یک کاری بسیار مثبت. یکی خواسته های مردم است، طبعا مردم خواسته های خود داره و یکی به این خواسته ها مشکلات مردم رسیدگی است.
خود به این مشکلات رسیدگی چقدر مهم است از دیدتان؟ در نظام حکومتداری نمیتونیم که ما روی سلیقه و باورهای درونی وارد شیم. بله. ببین این جزء قوانین میشه. بحث نظام آموزشی، خب این یک هسته بسیار کلان است که جامعه چطور در این تنظیم میشه. یا عرضه خدمات، چی شوراهاست، چی مواد اولیه است، چی آرامش جامعه است، هر یک کدام از این قانون پیش بینی کرده که از چی مجراه ما میتونیم که این مشکلات مردم حل شود. مثلا اگر در طول بگویید، بله، تحکیم ثبات، وحدت ملی و یک پارچگی، تعادلی، توزیع قدرت در نظام سیاسی، تمام از اینها را قانون روشن می‌سازد. بله. یعنی واقعیت است که نظام سیاسی، خب جنگ یک مرحله است، جنگ هم یک پدیده اجتماعی است، در هر نظامی حالا به شدت یا خفت وجود داره، اما میتونه یک پدیده واقعا پدیده اجتماعی است، اما دولت پدیده اجتماعی نیست، پدیده یک روند است، یک روند سیاسی است که این معیارهای به خصوص خود داره. اگر ما از این سلسله بیرون شیم، عرضه خدمات ما مفهوم نداره. شما در مسائل شرعی هم ببینید که شاید یک کسی که ایمان به خدا نداره، شاید خیلی چیزا را وقف جامعه کنه، اما در فرهنگ دینی این مدار اعتبار نیست. اما کسایی که از مسیر ایمان ولو بسیار کم، یک چیزی کمی را که در خدمت جامعه قرار میده، ارزش بسیار بالایی داره. هدف این است که گاه گاهی اگر ما از اصول بیرون شیم و نتونیم که خدمات تعریف شوه و چگونگی از ذی خدمات به جامعه تعریف شوه در حوزه های مختلف، تنها خدماتی نیست که ما شکمی مردم اسیر کنیم. بله. روان جامعه بسیار مهم است که روان جامعه نباید صدمه ببینه، روان جامعه باید شاد باشه، جامعه باید از دل و جان نظام های سیاسی را باید قبول داشته باشه. این مکانیزم های، این مسئولیت نظام های سیاسی است که این مکانیزم ها را باید طوری تعریف کنه که مردم بسیار راحت بتونن که از چنگال قوانین جایگاه خودشان را پیدا کنن یا از مسیر قوانین عزت خود به دست بیارن، آبروی خود به دست بیارن. بله. امنیت خود به دست بیارن، زعمای خود ببینن. خیلی راحت است، تکنولوژی هم امروز در خدمت مردم هم است، در خدمت نظام هم است. اگر ما از مسیر قانونمند پیش بریم، من مطمئن هستم که افغانستان میره هم از لحاظ اقتصادی به طرف خودکفایی، هم از لحاظ سیاسی میره به یک رنگی جامعه. خیلی تشکر جناب عثمانی صاحب، رازم تاسیتا پتیر که خلق یو گله داو چی چارواکو سره لیده کاته نشو کولای، حتی میاشتې، حتی بالاخره ناشونه و دغه کار. نن چې د اسلامي امارت دغه مسؤلین یا چارواکي چې دي د ملت پر وړاندې دروازې پرانیستې دي، ستاسې له نظره دغه څومره مثبت ګام ده، څومره کولای شي چې پخپله د دولت او د خلکو ترمنځ دغه واټن راکم کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا. محترم سهیل صاحب تاسو ته، او محترم ګران میلما عبدالمقدم امین صاحب ته، او ګرانو هیوادوالو ته، لیدونکو اوریدونکو ته، نیکو مؤمنانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه علیکم السلام. زه زما په خپل فکر او نظر باندې چې د الله تبارک وتعالی کلام ته وګورو، رب لا یزال فرمای وشاورهم فی الامر، تاسو وای په یو کار کې په خپل مینس کې مشوره سره کوي، سره کوم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه سره یو مجلس د ایروی په یو موضوع په یو مسله کې په همدې شان سره د مسلمان امیر د پاره دا لازمه ده چې هغه د خپل مسؤلینو سره یا د خپل هیواد د وګړو سره رابطه په اساس د مشورې د هغوی د مشکلاتو پر اساس باندې یا د هغوی د وړاندیزونو پر اساس باندې لیدنه کتنه وکوي. دا ډیره اغیزمنه ده، خصوصا په ګران هیواد افغانستان کې چې دلته داسې قومونه اوسیږي چې هغوی د هغوی کلتور او دستور، د هغوی عقیده او ایمان په دې باندې دی چې د ملت او د حکومت په منځ کې باید واټن نه وي، ځکه دا ملت چې دی دا ډیر غیرتي ملت دی. بله. او د غیرتي ملت دا ارزو امید دی چې زمونږ او د تاسو په منځ کې که چیرې واټن پیدا سي،
زمنګ هغه غیرت ته زیان رسیږي ځکه چې په هر هیواد باندې چې یو مشکل راشي په نور نړۍ کې اول فوج یا حکومتي چارواکي هغه مشکل ته وړاندې کیږي او په ګران هیواد افغانستان کې چې هر یرغلګر یرغل کړی دی بله هغوی په مقابل کې که حکومت درېدلی که ملت درېدلی خو ملت ورسره یو ځای درېدلی ملت ورسره ملګری دی او ملت ورته خپل حکومت ته د ظالم په مقابل کې د خپل حکومت سره ورورګلوي اعلان کړې ده او درېیمه دا خبره ده چې د ملت او د حکومت په منځ کې کوم مشورې یا کوم جلسې میټنګونه او یا داسې مجلسونه چې د هغوی مشکلات واورول سي او په هغې مشکلاتو باندې نظر وکولی سي هغه مشکلات په داسې طریقې سره حل شي چې ملت په هغې سره راضي وي نو په دې کې د ملت او د حکومت هغه واټن د لریوالي چې د هغه ختمیږي انشاءالله العزیز که چیرې په دې سلسله باندې زموږ ګران مشران لکه اوس مولوی عبدالکبیر سرفرست یا کفیل حفظه الله و رعاه چې کوم مجلسونه د ملت سره کوي د ملت د مشرانو د چارواکو سره یا د مشرانو سره کوي دا سبب د کامیابۍ د ګران هیواد د افغانستان دی او سبب د اتفاق او د اتحام دی اتفاق او د اتحاد دی او دلته سبب د تحکیم دی ثبات دی یعنی ټوله نړۍ په دې سره ګواکیږي چې افغانان سره متفق او متحد دي د افغانانو په منځ کې چې کوم هغه واټن د لریوالي دی د حکومت او د ملت هغه نسته دی او دغه ثبات او دغه ثبات د حاکمیت په دې سره هغه دلیل د ثبات د حاکمیت دی او دویمه خبره دا ده چې الحمدلله زموږ مشر امیر المؤمنین الشیخ هبت الله حفظه الله و رعاه د هغې دا فرمان هم دی چې هر مشر د دې ملت پر وړاندې دروازې نه بندوي هر مشر د دې ملت پر وړاندې دروازې نه بندوي او د هغوی دروازې د دې ملت دپاره د خپلو دفترونو خلاصې وي او دوی دې نه وایي چې زما دا وخت د چکر دی یا دا وخت د منظرې دی یا مې دا وخت د بل څه دپاره دی یعنی د ملت دپاره د هر وخت د حاکم یا د امیر د هغوی د اواز د اورېدلو په اساس یا د مشکلاتو د اورېدلو په اساس یا د هغوی سره د ناستې د مشورې په اساس باندې دروازې بندې نه ساتي ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به د صحابهو سره لیدل خو د هغوی په منځ کې به د لریوالي واټن نه و د هر صحابي سره د هر صحابي سره به د لیدل او دا سنت نبوي هم دی سنت نبوي هم دی په دې لیدلو کې الله تبارک وتعالی هغو امیر او حاکم ته اجر هم ورکوي او د دغه عدل او انصاف ټولې نړۍ ته هم ښکارېږي او ملت هم د ده ناراضي کیږي او دا د اتفاق او د اتحاد لپاره یو سبب د کامیابۍ ګرځي ډېره زیاته مننه عثماني صاحب بېرته درته راګرځبه جناب امین صاحب خوب از نظرتون دوام همچو دیدارها چقدر مهم است اگر پالیسی وجود داشته باشه یعنی یک برنامه یا کوتاه مدت و یا دراز مدت که هدف از این دیدار چیست ببین بس قبلا بحث کردیم که بحث نظام سیاسی اینجا مطرح است نظام بخش های حقوقی داره بخش های اقتصادی داره اگر ما هدفمان یک اقتصادی تعریف شده در کشور باشه که مردم از این ناحیه مشکلشان حل شوه میتونه که برای خبرگانی کشور متنفذین کشور دیده شود در یه بله. دیدی از اونا را باید با خود داشته باشد تا این پالیسی اقتصادی را که ما چگونه یک مدل اقتصادی میتونه فضای اقتصادی افغانستان جواب بده این میتونه کار خوبی باشه که با متنفذین اهل خبره و کسایی که در این بخش معلومات کافی دارن یک کار خوبی باشه یا اگر بحث پالیسی سیاسی باشه که بتونیم که نظام چی تو اداره شوه افکار عمومی چی تو در خدمت
نظام و نظام چی تو در خدمت دولت باشه، در این صورت هم افراد ینگ شماری از ولایت های مختلف، از فرهنگ های مختلف، از متخصصین متنفذین مختلف میشه که دعوت شوند، مشوره های از اینا گرفته شود. اگر پالیسی روابط با کشورهای بیرونی و همسایگان و سیاست های مسالمت آمیز با کشورهای منطقه باشه، در امورات مختلف میشه در این عرصه هم شخصیت های مطرح کشور از ولایت های مختلف، از جاهای مختلف دعوت شوند، دید و دید بر این مبنا بوده باشند. بله. یا گاه گاهی میشه که یک معضلی ایجاد میشه در یک قریه، در یک ولسوالی که شاید از توان یک ولسوال، یک والی، یک فرماندار نباشه یا یک مشکلات ایجاد میشه. در این صورت برای مسئولین درجه یک باید در عرصه وقت به صدای از اینها برسه و بالاخره جایگاه هر یکی متخاصم و یا کسانی که در این بخش داشتن جایگاه از اونا را مشخص کنه و این مشکلات را در همون نطفه باید خونسا کنه. اگر با این پالیسی بوده باشد، طبیعی است که این به نفع کشور و به نفع مردم و به نفع نظام است. در حکومتداری اطلاعات دستی اول یک اصل است. هر زمامداری که اطلاعات از امور جامعه و مردم نداشت، او در حکومتداری به مشکل برمیخوره. شاید اگر اطلاعات ما از چنل‌های استخباراتی به دست بیاییم، شاید سانسور شود، شاید رؤسای خفال شوند، ممکن که یک پرابلم ایجاد کنه در جامعه. چی خوبتر که زعمای ما، بزرگای ما، امو اطلاعات دستی اول از مردم و از گوشه و کنار افغانستان در اختیار داشته باشند. ولی به صورت کل یک نظام قانونمند زمانی که وارد سیستم میشه، این سیستم همه چیز اداره میکنه. خدا کنه که افغانستان آهسته آهسته بره، تکنولوژی این روابط بسیار ساده ساخته. بله. اگر هر چیز روی سیستم عیار شوه، ما مطمئن هستم که حالا شما میبینید در ابتدا یک مثال برای شما میدم. یک نیازی نیست که صدها و هزارها نفر دنبال مالیات، جمع‌آوری مالیات از این طرف و طرف بره. وقتی که سیستم ایجاد میشه و اتومات مسئولات یک کشاورز یا یک دکاندار یا یک تاجر یا یک دیگه اتومات میره از طریق سیستم، هیچ نیازی نیست که تا یک مدیری را مدیریت کنه. یعنی ببینید اینقدر ساده شده. بله. یا مشکلات های مردم از این طریق حل و فصل میشه. به هر حال از هر طریقی که در شرایط کنونی ما رضایت مردم و یا به حل مشکل جامعه بتونیم دسترسی پیدا کنیم، میتونه یک کاری مثبت و خوبی باشه. خیلی تشکر. از مری صاحب استاسل نظر اوس پخپله د اسلامی عبارت چارواکی چې دی دا څومره مکلفیت لري تر څو د خلکو سره جدا ژمنې کوي، د خلکو غوښتنې اوري دغه پر ځای کې؟ محترم سایل صاحب، د اسلامی عمارت چارواکی دا څه رقم چې شرعي نظام او سیاست مدني یا د اوس عصر کې د نړیوالو کوم سیاست څه دی، خو اوس به فیصله په دې باندې کوو چې شرعي نظام او سیاست مدني د دې په اساس باندې چارواکي دومره مکلف دي څره کم چې په کوم ملک کې امنیت راسي او د هغې ملک یا د هغې هیواد چارواکی شپه ورځ زیار وباسي. بله. د خپل هیواد د مشکلاتو د ختمولو په اساس او د هیواد د آبادولو په اساس د امنیت او د خوشحاله زندګۍ هوسا زندګۍ په اساس باندې دوی کوم عواید او مالیات چې را جمع کوي، بیا شرعی نظام او یا سیاست مدنی دوی ته هغه واک او اختیار ورکوي چې دا په داسې طریقې سره مصرف شي چې د هغې حساب ځای په ځای، ټکي په ټکي، عدد په عدد باید ملت ته وړاندې کړي. بله. چې ای ملته، موږ ستاسو نه چې کوم عواید ستاسو مرا جمع کړي دي، د هغې خدمتونو په اساس باندې چې تاسو د خدمت په اساس باندې دغه پیسې وړاندې کړي دي، دا پیسې یا دا سرمایه گذاري موږ تاسو ته په دغه خدمت کې مصرف کړه، دغه هوسایي
ریاضت خوشحالی دامو د تاسو د پاره عثمان صاحب چې موضوع بلې خواله رانه شي کراشو بیرته دې ته پخپله د اسلامي مرا د چارواکو له هیوادوالو سره لیده کاته او په دې برخه کې تابن چې خلک ستونزې لري له چارواکو سره شریکي له هغوی سره دغه هر څه مشکلات چې لري شریکیږي هغوی یا اوري اوس راځو دېته زما پوښتنه دا وه چې اوس پخپله د اسلامي عمارت د چارواکي څومره مکلف دي چې دغه غوښتنې او دغه ستونزې چې د خلکو اوري دغه پر ځای کړي دا ستونزې چې د اسلامي عمارت چارواکي د خلکو نه اوري دا په مکمل طریقې سره دوی مکلف دي چې حتی الوسع دوی د خپل ملت خدمت وکوي ځکه بله مشر دی قوم خادم دی قوم دی او بل الله بل دادی چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر یو د تاسو نه حاکم چې وي هغه مسئول د خپل رعیت دی بله د قیامت په ورځ هم پوښتنه تی کیږي په دې دنیا به هم پوښتنه تی کیږي لوړ پوړي چارواکي به پوښتنه تی کوي او ملت به هم پوښتنه تی کوي بله دی مکلف دی چې خدمت ورته وړاندې کړي داسې نه چې لکه بعضې وختونو کې چې گزشته کوم ظلم و زیاتی د ملت سره شوی دی د دې نه وروسته باید د ملت سره ظلم ونه شي بله ځکه که په دې دنیا باندې د چا نه پوښتنه ونه شي د قیامت په ورځ خو الله تبارک وتعالی ورڅخه پوښتنه کوي بله عمر فاروق چې هغه په دشتو په کلیو په کوڅو کې روان دی ایوه بیبی په اولاد مریض د هغې ته هر څه راوړي او خپله بیبي ورته راولي د هغې خدمت کوي بیا وروسته ځي وایي سهار ته راشه د عمر فاروق دفتر ته اره ځي او ورته وایي دی خدمت کوي د خدمت په حالت کې هغه سړی ورته وایي چې کاشکې ته عمر فاروق وای کاشکې ته عمر فاروق وای د عدم الانصاف چې دی تا موږ وینو او سهار ته چې دفتر ته ورځي هماغه سړی د عدالت په چوکۍ باندې ناست دی وایي ته عمر یې وایي او زه عمر یم هغه چارواکي د چارواکو دپاره دومره زحمت او دومره تکلیف او دومره مکلفیت پکار دی چې د هر مظلوم په دروازه کې ودرېږي او د هر بیچاره په دروازه کې ودرېږي د هغې پوښتنه وکوي بله دای د خپل قدرت په نیشه کې لاړ نه شي دای د خپلې دبدبې په نیشه کې لاړ نه شي په هر حالت کې عمر فاروق په منبر باندې ناست دی تقریر کوي یو دم دغه د خپل حالت ته اوس حالت او مخکنی حالت سره سنجوي خو هغه اواز اوچتوي هاتفي اواز په خپله عمر فاروق کوي وایي ای عمر یو وخت کې به په دښته کې به تا اوښان څرول هغه د څه ول د وجې د عاجزۍ د وجې نه چې زه هماغه عمر فاروق عاجز عمر فاروق یم هماغه عمر فاروق یم که اوس خلیفه امیر المؤمنین یا خلیفه د مسلمانانو مؤمنان یم خو زه هغه هماغه عمر فاروق یم هر وګړی هر عامر او هر مسؤول مکلف دی چې هغه د ګران هیواد د مظلومانو اواز واوري او د مظلومانو د بیچارهګانو اواز ته لبیک وایي او د هغوی خدمت ته ور وړاندې ډېره زیاته مننه او که وړاندې نه شي که په دې دنیا نه وي د قیامت په ورځ پوښتنه ورڅخه کوي کور ولال خیر اوسې جناب امین صاحب خب این دیدارها که هست به خاطر مشروعیت داخلی خیلی مهم است حالا برمیگردیم به مشروعیت بین المللی چقدر را مانده چی باید کرد مسئولین امارت اسلامی تا را باز شد به مشروعیت بین المللی اگر همین مشوره ها همین نشست ها همین دید و وادید ها بر همین مبناها صورت بگیره من مطمئن هستم که یک راهکاری برش ایجاد میشه چی در حوزه داخلی چی در حوزه بین المللی حالا یک بحث شرعی که جناب عثمانی صاحب مطرح کردن هر زمامداری مفهومش این نیست که در رأس نظام قرار میگیره همه چیز او میفهمه خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک بار امی اشجار درختها را نخواست که شاخه بری کنن ولی چیزی هم نگفتن در برابر پیغمبر اصحاب اما سوال بعدی مسئول نگرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که چرا گفت که شما امر کردین که شاخه بری نشوه و این قسم
بگوید نه در امور دنیایی و اداری امور شما باید مشوره بدین کسانی که در این بخش تخصص دارن. هدف در اینجا اینها ببینیم چرا پیغمبر اسوه الحسنه میگه مفهومش ایست که تمام حرکت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک الگوست برای جامعه اسلامی، حتی برای جامعه غیر اسلامی هم. بله. شما گاه گاه حرکت های پیغمبر در جامعه که اصلا به دین اعتقاد ندارن، اما میبینی که عمل کردشون عمل کردی است که اصلا اونم عمل کردی است که در غزوات پیغمبر سرش کار شده، در نشست های پیغمبر صلی الله علیه و آله سرش کار شده، استفاده صورت گرفته. ببینید چند مورد است. ما تا زمانی که این مشوره ها را منعکس نسازیم قبل از این مسائل بین المللی، ببین عوامل مهاجرت بررسی نشه، خب تبعات یزی ببینین که به کجا کشانده میشه، که چی عامل باعث میشه که مردم مهاجر میشه. خب عوامل دزدی که چرا اینقدر زندان ها پر است. حالا شاید این افتخار نباشه که ما امروز 100 نفر 500 نفر از سراسر کشور، کسانی که اختلاس میکردن، کسانی که دزدی میکردن، اینها را ما دستگیر کردیم و بالاخره من میگم که شاید نباید افتخار باشه، ولی کار خوبی است. اما چی میشه باعث میشه که یک وقتی شوه که زندان های ما هیچ مجرمی نداشته باشه، یعنی اوضاع طوری شوه که ما هیچ دزدی نداشته باشیم؟ عواملی که ما را به دزدی میبره، عواملی که ما را به اختناق میبره، عواملی که ما را به بیچارگی و پرخاشگری میبره چی است؟ در سطح بین المللی، حالا بس پاسپورت را ببینید، چی باعث میشه که اسناد قانونی هویت یک جامعه 35 میلیونی از لحاظ درجه بندی در آخرین مرحله قرار داره، یعنی به اعتبار ترین پاسپورت جهان شناخته میشه. این نیاز است که کارشناسی شود. چی باعث میشه که چرا اینطور باشه؟ و ده ها و صد ها موارد دیگر. در بود بین المللی هم ببینین این انعکاس فرد، دانش یک فرد نمیتونه باشه. این قوانین وجود داره، معیارها وجود داره که چی باعث میشه که ما روابط استراتژیک با دنیا نداریم. این باید کارشناسی شود، این باید در نشست های اکادمیک مطرح شود، این باید در مجموع عواملی که باعث میشه که ما این روابط ایجاد نشده، ما حتی در جریان مبارزه این روابط باید ایجاد میکنیم، چه جایی که در نظام حکومت داره. این را به عنوان یک ضعف باید به صورت قطع باید بپذیریم. دیگه نمیتونیم که ما این را بار بار تکرار کردم که متفاوت از دنیا زندگی کنیم. به هر حال من در این نقطه شاید نظری خاصی نداشته باشم، ولی نظری میست که در یک نشست اکادمیک، در یک نشست علمی که خبرگان اهل سیاست، خبرگان حقوق، خبرگان روابط بین المللی روش بس در حضور رهبران سیاسی، مشکلات اساسی کشور و مردم که از فعلا چیست که باید حل شود؟ خوب این بازم برمیگرده به پالیسی نظام، یعنی مشکلات ها میتونه زیاد باشه. اگر ما ملاک امون توافقنامه دوحه را قرار بدیم، باید توافقنامه دوحه کارشناسی شود که کیها متخطی از قوانین و راهکارهایی که در 18 ماه روش بس صورت گرفت و در آخرین تحلیل بالاتر از 60 کشور دنیا نمایندهاش در اونجا امضا کرد، به شمول روسیه، به شمول اتحادیه اروپا، به شمول سازمان ملل متحد و تمام کشورهای منطقه. خب این خب یک جنگ 50 ساله، یک جنگ نیم قرن در افغانستان روش بس صورت گرفت، یک راهکاری برش ترتیب شد. اگر این ما به عنوان یک خط راه قرار بدیم، باید این توافقنامه روش بس صورت بگیره، که چون باز ما تکرار میکنیم که بس نظام روندی حکومت داری یک روندی تکنیکی است، یک روندی است که شاید در سیاست خیلی وقتا مشکل ما با مشکل برخورده باشیم، شاید در جنگ ما هم قسمی که در یک قرن در برابر سه امپراتوری دنیای ملت جنگیده و شهید داده، اما گاه میشه از ابزار اقتصادی بار دیگر بار دوش جامعه جهانی شدیم، از لحاظ ناامنی اختلافات داخلی پیدا میشه. این خب مشکلات داخلی ما هست، ولی یک روی کردی که بتونم فردای افغانستان ضمانت کنه، بسی آشتی ملی مطرح است، بسی بازگشت یا برماندنی مهاجرین به کشور مطرح است، بسی اعتماد سازی مطرح است که با کلی روحیه پرخاشگری باید کنار بره و هر فردی کشور
این خاک به عنوان ناموس و مادر خود به عنوان یک اصل باید بپذیره و هیچ کس برتری نسبت به کسی دیگر نداشته باشه و این شاخص هایی است که نظام می سازه در روابط بین المللی هم با جایگاه خود بر مبنای استراتژی ملی میتونه ترسیم کنه. بسیار زیاد تشکر. عثمانی صاحب، په خپله د ملت او دولت له یو بل سره ملاتړ ته څومره اړتیا ده په اوسنیو شرایطو کې؟ اوس شرایطو کې سل په سلو کې ملاتړ ته ډیره اړتیا شته ده. بله، ځکه چې نړۍ د افغانانو سره په اوس وخت کې هغه لوړ قدرتونه چې د نړۍ دي او نور داسې هیوادونه چې هغه د قدرتونو تر اثر لاندې دي، هغوی هم د ګران هیواد افغانستان سره مقاطعه اعلان کړې ده. په دې صورت کې باید افغانانو ته او اوسنی حکومت ته دا لازمه دي چې په خپل منځ کې دوی اتفاق او اتحاد ولري او حکومت ولی په دې اساس وشي چې ملت د حکومت داسې ملګری شي لکه خپل ورور. بله، که انجینر دی، که د انجینر طبقه ده، که د ډاکټر طبقه ده، اسې مختصر الفاظ استعمالوم، او که نورې طبقات دي، د هغوی په منځ کې افراط او تفریط راوستل نه دي پکار. ځکه چې زموږ هیواد اوس هر څه ته اړتیا لري. بله، او هر په اوس نظام کې افغانان ان شاء الله العزیز په ټوله نړۍ کې اوس چې کوم یو کردار د افغانانو دی، د هغوی په کردار کې دا ثابته شوې ده چې اخلاص او صداقت لري. لکه څه رقم چې په ډېرو پروژو کې انجینر صاحبان هغوی په خپله اخلاص هغه ظاهره کړی دی، یا ملت خپله اخلاص ظاهره کړی دی. یو لنډ مثال به د تفاهم په اساس وړاندې کوم. زموږ د شاروالۍ معین غازی حبیب الله منصور صاحب به وجلسه د وکیلانو د درېمې پنځمې ناحیې د وکیلانو سره ونیوله او موږ ته دا وړاندیز وکولو چې تاسو یو اشر د آبیارۍ په اساس جوړ کړئ، تنظیم په آبیارۍ. پرون موږ اشر جوړ کړی و په درېمه ناحیه کې. زه که چیرې قسم درته وکړم، حانسېږم نه، چې واړه واړه ماشومان راغلي وو، د هغوی د اوبو هغه ظرفونه د اوبه په لاس کې وو او کراچۍ په لاس کې وي، په ډېره جذبه او مینه محبت راغلي وو، اوبه یې هم لګولې ونو ته، چمنونو ته، او د تنظیم په اساس هم د دوی د شوق د وجه نه چې هغه کوم شوق او دبدمه ما د دوی ولیدله، نو ما وویل چې الحمدلله ملت هر وخت قربانۍ ته وړاندې سوی دی. نو په دې اساس که چیرې داسې مثال ما تاسو ته وړاندې کړو، چارواکي د ملت د کومک هم وغواړي، زه دا په تایید سره درته وایم چې ملت هر قربانۍ ته، یعنی هر قربانۍ ته وړاندې کیږي او هغه قربانۍ دوی قبلوي. څرکم چې بندونه شروع شي په هر ځای کې، که چیرې زه تاسو ته قسم وکم، حانسېږم نه، چې ملت به په لاسونو کې تیږه او خاورې راوړي، بند به جوړوي چې زموږ اوبه مهار شي او افغانستان راته ګلی ګلزار جوړ کړي. زه دا ثابتوم درته چې په هر ځای کې مشران وینو، موږه د قومونو سپینګیرو وینو، موږه دوی وایي چې موږ ته کاشکې حکومت یو امر کړی وی چې دغه ووډ بند موږ درسره همکاري کوو، تاسو را وړاندې شي. قسم ده، ما ډېرو مجلسونو کې، زه اجتماعي سړی یم، ما ډېرو مجلسونو کې د مشرانو، د ځوانانو، د سپینګیرو، د ماشومانو نه، حتی سیاسر هم په دې باندې اقرار کوي چې موږ د ملت سره اوږه په اوږه باندې د آبادۍ یو کار ته وړاندې کیږو. ډېره زیاته مننه عثماني صاحب. خب، برنامه را هم جناب امین صاحب جمع‌بندی میکنیم. از نظرتون راه بیرون رفت از هم مشکلات چیست؟ خب، میپذیریم که ببینین امروز امریکا و روسیه هنوز دو رقیبی همند برای نظم نوین جهانی. اینا رقابت دارن و نظام اسلامی خطری برای روسیه هم هست و برای امریکایی ها هم هست.
اگر امارت اسلامی بتانه اولا که چالش های داخلی را به صورت قطع حل کنه و روابط مسالمت آمیز با کشورهای منطقه ایجاد کنه و وانمود کنه به قسمی که بار بار تکرار میکنه که افغانستان به هیچ صورت تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست و این را در عمل ثابت هم کرده و در نهایت اعتماد کشورهای منطقه را جلب کنه. اما در بحث نظام اسلامی با امریکایی ها و روس ها به طوری صحبت کنه که ما تهدیدی برای منافع شما در منطقه نیستیم و یک مقدار سخت هم هست، یک مقدار کاری اگر مجاهدین در مجموع کشور مسلمان است، همه افغانستان اگر اعتماد ایجاد شوه و اگر من مطمئن هستم که خود غربی هایی را میپذیره که حالا دیگه حتی خود امریکا میگه که حالا از خاک افغانستان به هیچ کشور دیگه که از هیچ خطر متوجه نیست. ببینید یک انتقال طرز تفکر خطرناکتر از سلاح است. بله. ما او را فکر نکنیم که ببینید در حوزه آسیای میانه که در اینجا بالاتر از 100 میلیون مسلمان زندگی میکنه، اینا کسایی بودن که به اصطلاح حوزه سهای سته که دومین مرکز جهان اسلام است. بله. در اینجا روزی شده بود که صدها و هزارها مسجد شهید کردند. اما زمانی که ایجاد میشه یک نظام اسلامی، طرزی امی تفکری امی نظام خطر ایجاد میکنه. خب بعد بله در قالبای دیگه فرهنگ به اصطلاح اظهار میکنن. بله. یا امریکایی ها گاهی گاهی میگه که شاید فکر کنه که از این طرز تفکر به نفع خودش استفاده کنه. روس ها هم از این ترس میخوره و گاهی هم امریکایی ها ترس میخوره که نشه که این طرز تفکر در خدمت روسیه قرار بگیره. آیا میتونه جهان اسلام یک مرکزیت واحد ایجاد کنه و افغانستان به عنوان یک نمونه در مرکز جهان اسلام قرار بگیره؟ خب اینها کارهای بسیار بزرگی است که کار باید صورت بگیره. به هر حال چیزی که شما از مطبوعات میشنوین، حالا از طریق امریکایی ها انعکاس داده میشه یا روس ها، اینا در قالب اصطلاحات دیپلماتیک مطرح میشه، ولی واقعیت چیزی دیگری است که من مطمئن هستم که اگر این ظرفیت در امارت اسلامی باشه که بتونه اینا را قناعت بده، ما میتونیم یک حکومت خوبی و یک حکومت ممیدی برای کشورهای منطقه و حالا شما میبینید که بحث تروریسم، حالا ما هم تروریسم میگیم و من خودم نمیدونم تروریسم کی است، یک اصطلاح غربی است. شما نمیتونید تمام نهضت های اسلامی را در شرق میانه و جنوبی آسیا یا اینجا اونجا همه را تروریسم، حالا ما یکسره همه را تروریسم میگیم. حالا شاید اگر یک بحثی در رابطه با القاعده شوه، بحثی در رابطه با اخوان المسلمین شوه، بحثی در رابطه با گروه های مختلفی دیگری که هست، خب این نیاز، حالا شاید امریکا یک دیدی دیگه داشته باشه، ما یک دیدی دیگه داشته باشیم، روسیه یک دیدی دیگه داشته باشه. این بحث ها تاریخی شده و جهانی شده و سخت است که آدم کاملا کلیدی در این رابطه صحبت کنه، ولی به هر حال من فکر کنم که امارت اسلامی هم در یک آزمونی بسیار کلانی قرار داره. بله. چون نیم قرن است که ما به خاطر نظام اسلامی شهید میدیم. حالا ببینیم که خداوند متعال، دعا میکنیم که یک کشور متحد بسازه و یک پارچه بسازه و روزی فرا برسه که یک افغان طرف افغانستان که میاد بسیار با خوشحالی و به طرف خاک خود که میاد با یک عشق علاقه به طرف خاک خودش بیاد. بسیار زیاد تشکر عثمانی صاحب، ډیر لنډ ستاسو نظر هم غواړم. اوس باید د اسلامي مارا چارواکي څه وکړي؟ اوس هم داسې کسان شته چې په فکری مخالفت کې قرار لري، له هېواده بیرون هغه افغانان چې تللي دي، دوی باید څه وکړي چې تر څو هغه افغانان هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او دلته هم د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړی شي؟ اسلامي امارات ته په لنډ مختصر الفاظ سره وایم درته، دا پکار دی چې فصلحو ذات بینکم ان الصلح هو خیر. باید هر چاته خپل غاړه خلاصه کی او ګران هیواد ته دعوت کی او په ګران هیواد کې د هغوی سره د ورورګلوۍ په اساس باندې زندگی وکي، د اسلامی قانون اسلامی شریعت تر سوری لاندې د غران هیواد آباد کی او د ټول نړۍ د پاره د هیواد داسې مثال وګرځوي چې په هر ځای کې مسلمانان
د دې مثل ایجاد کی او د دې په مثل باندې عمل وکي او داسې امنیت راولي چې بالکل یو مسلمان سره اسلحه نه وي د ورونو په شان باندې په یو دسترخوان باندې کینی او هیواد داسې آباد کی چې سرسبز تازه او نوري نړۍ ته محتاجه نه وي. ډېره زیاته مننه، بسیار زیات تشکر که در برنامه اشتراک کردین. ډېره زیاته مننه عثماني صاحب. درنو کتونکو تاسې هم مننه کوو. تر بیا ښې چاره.